هنگامی که کاروان امام حسین در مسیر خود به سوی کوفه به سرزمین ثعلبیه رسید، امام خیمه هایی را در بیابان دید و تنها به سوی آن خیمه ها رفت و وقتی به آنجا رسید پیرزنی را دید که مشغول جمع آوری سوخت و هیزم بود. برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها کانال رو سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کلیک کرده ویدیو رو لایک کنید و نظرات ارزشمندتون رو در قالب کامنت ها برای ما بنویسید. حتما این کانال رو به دوستان و عزیزانتون معرفی کنید. امام احوال پرسی گرمی با پیرزن نمود و نام او را پرسید. پیرزن خود را قمر معرفی نمود و گفت من و پسرم وهب و عروسم هانیه از عشایر و مسیحی هستیم. پسر و عروسم اکنون برای صید به صحرا رفتند. قمر مادر وهب بدون اینکه بداند این مرد ناشناس امام حسین و پیشوای مسلمانان است، مقداری از احوال خود و خانوادهش را برای او تعریف نمود. قمر به امام گفت ما در این صحرا شدیداً در مضیقه آب هستیم. امام حسین با شنیدن این جمله از قمر قسمتی از زمین نزدیک به چادرها را که سنگی در آنجا بود را به پیرزن نشان داد. امام با چوبی که در دست داشت سنگ را کنار زد. ناگهان چشمه زلالی از زیر آن سنگ نمایان شده و آب روان شد. سپس امام خلاصه ای از ماجرای خود را برای زن بازگو کرد و از زن خواست به پسرش وهب بگوید که مرا در راه حق و مبارزه با ظلم کمک و یاری نماید و سپس خداحافظی نمود. بعد از ساعاتی وهب و همسرش هانیه از صحرا آمدند و مادر وهب ماجرای حضور امام را برای آنها تعریف کرد و هر سه با اشتیاق به سمت خیمه های امام حسین حرکت کردند و خود را به امام رساندند و هر سه در محضر امام مسلمان شدند. در آن زمان 9 روز از عروسی وهب با هانیه می گذشت. عاشورا فرا رسید. قمر که اینک ام وهب نامیده می شد پسرش را برای حمایت و فرستادن به میدان تشویق و تهییج می کرد. وهب که مردی بسیار ماهر در رزم بود به میدان رفت و بسیاری از افراد سپاه عمر را نیز به درک واصل کرد. سرانجام او را ناجوان مردانه دوره کرده و دستانش را قطع کردند و در حالی که حدود 70 زخم و بریدگی بر بدنش بود به شهادت رساندند. در این لحظه مادر وهب عمود آهنی خیمه را کشیده و در دست گرفت و به سمت میدان جنگ حمله ور شد. اما امام حسین به ام وهب فرمود بازگرد ام وهب که جهاد از دوش زنان برداشته شده و تو و فرزندت در بهشت همراه پیامبر خدا خواهی بود. اما در همین لحظه هانیه همسر وهب و عروس ام وهب شتابان خود را بر سر پیکر به خون افتاده شوهرش وهب رساند و در حالی که خون و گرد و غبار را از سر و روی او پاک می کرد گفت بهشت بر تو گوارا باد، از خداوند می خواهم که مرا نیز همنشین با تو قرار دهد. شمر که شاهد این صحنه بود
برای اینکه روحیه یاران امام حسین را بیشتر در هم بشکند و تضعیف کند، غلام خود رستم را صدا زد و به او فرمان داد تا به آن زن مجاهد حمله و او را بکشد. رستم با گرزی که در دست داشت به سمت هانیه، نوعروسی که چند روزی از ازدواجش با وهب می‌گذشت، حمله کرد و گرز را با تمام قدرت بر سر هانیه که بر سر جنازه همسرش نشسته بود فرود آورد و سر او را متلاشی نمود. هانیه همنشین و همراه همسرش وهب شد و به بهش و به دیدار پیامبر رفت. رستم غلام ملعون شمر بعد از این ضربه برای خودشیرینی و چاپلوسی سر وهب را از تن جدا کرده و به سمت خیمه های امام حسین پرتاب نمود. مادر وهب با دیدن شهادت عروس و پسرش به سمت سر پسرش وهب رفت و آن را برداشته به آغوش گرفت و خاک و خون را از سر پسرش پاک کرد و آن را بوسید و سپس گفت: حمد و سپاس خداوند را که شهادت تو روی مرا سفید کرد. سپس سر را برداشته و به سوی دشمن انداخت و فریاد زد: ما سری را که در راه خداوند داده ایم پس نمی گیریم. و در کنار این شخصیت های ناب، اشخاصی نیز در کربلا حضور داشتند که به بهانه های مختلف امام را تنها گذاشتند. آنها زن، فرزند، قرض، خانه و کاشانه و دیگر بهانه ها را دستاویز قرار دادند تا از رستگاری فرار کنند و خداوند خود داناتر است. درود بر شجاعان و صالحین عاشورا و کربلا. به امید بصیرت برای همه انسانها، به برکت وجود مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پاینده و عزیز باشید.